درود و سلام و احترام خدمت یکایک بینندگان گرامی. ما برنامه دیگر تحت عنوان بازشناسی باورها ایمان سلیمانی امیری در روز پنجشنبه نهم شهریور ماه در خدمت شما هستیم. خب وعده کرده بودیم دو جلسه پیشین در مورد زندگانی حسین ابن علی به بخشی از زندگی او بپردازیم که مربوط به همسران او، اما بحث های پیش آمد که با اینکه در میان یه بحث بود اما حاشیه هایی بسیار مهمتر از متن بوده، بنابراین اندکی این مثنوی تأخیر شد، اما امروز سعی خواهیم کرد به این مسئله بپردازیم. اما قبل از اون بد نیست یک نکته ای رو هم روشن کنیم، چون بسیار مهمه این پدیده در فهم مسائلی که پیرامون ما هستند، و آن یکی از طرق معرفتی ماست، یعنی آن چیزی که ما از این راه به نوعی صاحب معرفت میشیم، صاحب دانش میشیم، و آن استنتاج از راه بهترین تبیین. استنتاج از راه بهترین تبیین از زمان خب اندیشمند و فیلسوفی مثل چارلز ساندرز پیرس و اون نگاهش به مکتب پراگماتیسم وارد شد. بعدها اندیشمندانی مثل ویلیام جیمز و دیگران هم به اون مسئله پرداختن و امروزه یکی از طرق معرفتی ماست. اجازه بدید با یک مثال آغاز کنیم، شاید برای تنویر افکار و تبیین مسئله بتونه به ما کمک. فرض کنید از یک خیابانی در حال عبور است، ناگهان چهره یک شخصی رو میبینید که بر دیواره بسیار بزرگی حک شده. در دل صخره‌ای یک مجسمه‌ای یا یک تصویری کندکاری شد. اولین چیزی که به ذهن ما میرسه این است که خب این احتمالاً توسط حکومت وقت یا دولت وقت حک شده، یک تمثال، تصویر، یک مجسمه‌ای که شما بعضاً در خاطرات و حافظه خودتون دارید که خیلی از انسان‌ها و حاکمان در زمان باستان هم از این نگاره‌ها و مجسمه‌ها حک کردند در دل کوه‌ها، صخره‌ها، و این به یادگار ماند. دومین احتمالی که به ذهن شما می‌رسد این است که خب نه، ممکنه عده‌ای از مردم، کسانی که علاقمند به آن شخصیت بودن، این رو حک کردن و حکومت نقشی نداره. احتمال سومی هم وجود داره و آنی که ممکنه این تصویر ماحصل باد و باران و فرسایش سنگ ها باشه که به این شکل در آمده و ما این تصویر رو داریم میبینیم. خب این هم یه احتمالیست. و احتمال دیگری هم حتی میشه داد و آنی که فکر کنید موجوداتی غیر از موجودات زمینی این رو ایجاد کردن، کما اینکه در بسیاری از این داستانهای علمی تخیلی میبینیم جای پای فرازمینی ها رو مثلا در مورد اهرام ثلاثه در مصر یا مجسمه ها یا بعضن برخی از این مسائلی که در طبیعت رخ داده، مظاهر طبیعت، آن چیزی که شما نگاه میکنید به عنوان شگفتی های پیرامون ما رو هم برخی از این داستان نویسان مسائل تخیلی و رمان های خاص نسبت دادن به فرازمینی ها. خب همین احتمالات وجود داره و ما میبینیم پیرامون خودمون هم هست، اما مسئله بر سر اینه که کدام یک از این گزینه ها رو ما میتونیم انتخاب کنیم؟ اینکه حکومتی این کار رو کرده، جمعی از مردم این کار رو کردن، حاصل فعل و انفعالات طبیعی است از باد و باران و فرسایش سنگ هاست، یا فرازمینی ها.
استنتاج از راه بهترین تبیین به ما یاد می دهد که آن گزینه ای رو انتخاب کنیم که مقدمات اون برای ما جهت اثبات آسان تره و از طرف دیگر منطبق با تجربیات ماست. به عنوان مثال عرض می کنیم، وقتی تصویری رو دیدید که بر روی صخره ای هست، خب سوال مقدماتی اینه به چه دلیلی فرازمینی ها باید بیایند و این تصویر رو حک کنند. سوال دیگر این است که چرا ما آثاری از اونها مشاهده نکردیم. سوال دیگر این است که خب چه پیامی میخواستند به ما بدن. دیگر مقدمه‌ای که مورد پرسش قرار میگیره این است که هدفشون چه بوده، چرا او رو رها کردن. و اینها پرسش هایی هست که نیاز هست برای بهترین تبیین شما به اون پاسخ بدید. همینطور وقتی میایم به این که خب ممکنه حاصل فرسایش باشه از طریق باد، باران، خب اینجا سوال این است که چگونه توانسته به این شکل زیبا اون رو مجسم بکنه، چه اندازه زمان برده، چرا ما تا به حال این رو ندیدیم. چون آثار فرسایشی ظرف یک سال و دو سال نیست، ممکنه برای صده ها یا هزاره ها یا قرن ها طول بکشه، میلیون ها سال زمان ببره تا یک آثار طبیعی ایجاد بشه. پدیده ای نیست که از چشم ما دور بوده باشه، پوشیده باشه و ناگهان ببینیم در ظرف چند سال ایجاد بشه. خب اینا مقدماتی است که در اون تبیین به ما پاسخ نمیده. حالا برگردیم و ببینیم، بیایم فرض کنیم مردم این کار رو کردن. خب پرسش اینه، مردم با چه ابزاری، با چه امکاناتی، با چه پیامی، با کدام مجوز دست به چنین کاری زدن؟ خب اینا رو باید پاسخ بدیم. و بعد میاییم به حکومت و میبینیم بله، حکومت طبیعیه که میتونه پیامی بده، ابزارش رو هم داره، قدرتش رو هم داره، چه قدرت مالی، چه مهندسان و کارگرانی که میتونه استخدام بکنه، به اونها حقوق بده و بعد هم بخواد پیامی رو ارسال کنه. بنابراین از بین این چهار گزینه محتمل ترین گزینه برای انتخاب این است که حکومت دست به این کار زده، مگر اینکه حکومت اعلام کنه نه خیر، این کار ما نبوده و مردم این کار رو کردن. بنابراین استنتاج از راه بهترین تبیین این است که شما در برابر گزاره ها و پدیده ها آن پدیده ای رو انتخاب می کنید که بیشتر با تجربیات شما همخوانی داره و برای اقناع شدن یا قانع شدن کمترین مقدمات رو بدون پرسش باقی میگذاره. چرا این مسئله رو عرض کردم؟ به این خاطر که در تاریخ هم داستان به همین نحوه، یعنی ما وقتی مورد کتاب‌های تاریخی رو بررسی میکنیم میبینیم بسیاری از این تبیین‌هایی که به ما میدن واقعا تبیین‌های خوبی نیست، یعنی مقدماتی داره که نیازمند تبیین هستیم که خب چرا چون این مقدمه‌ای بدون پرسش، در واقع این پرسش بدون پاسخ باقی مانده و بنابراین باید این گزاره رو بپذیریم، چرا احتمالات دیگر رو نباید بپذیریم. این مسئله رو از این رو مطرح کردم که در مورد داستان‌هایی مثل داستان اورینه شهربانو و بعضاً برخی وقایع تاریخی هم مصداق پیدا می‌کنه، یعنی کسانی سعی میکنن چون این داستانهایی رو بر بکشن و بگوین که بله این یک واقعی بوده که رخ داده، اما وقتی خوب نگاه کنید میبینید نه، این داستان مقدماتی داره که یک مورخ یا یک متکلم یا یک باورمند به این داستان نمیتونه به اون پاسخ بده، یعنی اون تبیین دقیق رو نمیتونه به ما بده. به همین دلیل این مسئله بسیار اهمیت داره در تحلیل هم وقایع علمی هم وقایع تاریخی و آن چیزی که در پیرامون ما داره رخ میده، حالا کم یا زیاد، اما همه ما تجربیاتی داریم. شما وقتی وارد جامعه میشید پدیده ها رو میبینید، طبیعی است که وقتی میخواد یک تبیینی از چرایی و چگونگی یک واقعه بدید بلافاصله اون رو به موجودات ماورایی یا انواع و اقسام تصادفات نسبت نمیدید، بلکه سعی میکنید اونها رو دارای طرح، دارای یک برنامه، با یک مقدمه، با دستور از سوی گروهی
سازمان بدید که بتونه در ذهن شما اون تبیین جایگزین بشه، مگر اینکه خب شواهد دیگری وجود داشته باشه که احتمالات بعدی رو قوی تر بکنه. لذا ما وقتی وارد داستان تاریخی میشویم، از این منظر هم باید تبیین درستی بدهیم، نه اینکه چه چیزی رو خودمون دوست داریم. اینکه صرفا دوست داریم بله حسین هم داماد ما ایرانیان باشد، ما رو مجاب نمی کنه که وقایع تاریخی دیگر و شواهد و احتمالات دیگر رو نادیده بگیریم. یا اینکه چون دوست داریم اسلام که دین اجدادی ما هست ماندگار بشه، نمیتونیم بسیاری از اون مشکلات و مصائبی که به همراه آورده رو نبینیم. یا در سیاست هم همینه، اینکه ما امروزه دچار گرفتاری های عدیده سیاسی هستیم، نمیتوانیم پدیده های سیاسی که در درون جامعه ما مسبب این مسئله شدن رو کنار بزنیم و یک تبیینی از بدبختی خودمان بدیم که مقدمات بسیار زیادی داره که اثبات نشده و ما هم دوست نداریم به اون مقدمات پاسخ بدیم. به همین دلیل وارد بحث اورینب میشویم به عنوان یک شخصیتی که برخی از افراد حتی در دوران معاصر هم سعی کردن نزاع میان حسین و یزید رو بر پایه این داستان بنویسن به عنوان بخشی از این داستان. اما مشکلات این داستان در کجاست که در واقع این تبیین دقیقی نیست. ابتدا داستان رو به شکل خلاصه عرض کنیم. داستان اورینب از این قرار است که او ظاهرا دختر شخصی است به نام اسحاق و با عبدالله ابن سلام نامی ازدواج می‌کند. عبدالله ابن سلام ظاهرا از کارگزاران دستگاه اموی در کوفه هست و این زن ظاهرا زیبا بوده و یزید هم از گذشته نسبت به او یک تعلق خاطری داشته. معاویه مطلع میشه که بله یزید نسبت به اورینب علاقه‌منده، لذا عبدالله ابن سلام رو که از کارگزاران خود او هست فرا میخونه و به نحوی سعی میکنه با فریب دادن او و وعده اینکه دخترم رو به عقد تو در میآورم اسباب جدایی میان عبدالله و همسرش بشه تا بعدا بتونه همسر رو به ازدواج یزید در بیاره. در این میانه وقتی عبدالله به طمع ازدواج با دختر معاویه از همسر خودش اورینب جدا میشه، معاویه هم خب خلف وعده میکنه، دختر خود رو به او نمیده به بهانه های مختلف و بعد ابو دردا رو مسئول و وکیل قرار میده که شما برو در کوفه و اورینب رو برای یزید خواستگاری بود. ابو دردا وارد کوفه میشه، در کوفه حسین ابن علی رو ملاقات میکنه و در آنجا شرح داستان رو میگه که من آمدم به کوفه برای رفتن به خواستگاری اورینب برای یزید و من وکیل او هستم برای انجام این کار. حسین هم از او میخواد که بله خب حالا شما که تشریف میبرید اونجا برای این کار، من رو هم مطرح بکن به عنوان یکی از این گزینه هایی که خواستگار شما هست. ابو دردا هم مراجعه میکنه و در آنجا اورینب به او میگوید که خب شما هم که از بستگان ما هستید، خودت کدوم یکی از این افراد رو برای من انتخاب میکنید؟ کدام یک رو برمیگزینی؟ و ابو دردا که ظاهرا وکیل بود از جانب معاویه خیانت میکنه و اورینب رو به عقد حسین در میاره. ظاهرا حسین بعدا متوجه میشه که عبدالله ابن سلام که امانتی هم در نزد اورینب داشته و مراجعه میکنه، هنوز اون علاقه میان عبدالله ابن سلام و اورینب وجود داره، لذا با دیدن این علاقه یک جوان مردی به خرج میده و اورینب رو طلاق میده که عبدالله ابن سلام بتونه با او ازدواج کنه. خب این داستان تمام میشه. در درون همین داستان مشکلاتی وجود داره. اولا اینکه این نقل رو فقط یکی از این کتاب‌های متقدم آورده و اون هم کتاب امامت و سیاست است که منتسب هست به ابن قتیبه دینبری. بقیه کتاب‌های تاریخی که اتفاقا محل نزاع میان بنی هاشم و امویان رو بارها ذکر کردن، حتی با جنبه های غلو آمیز اون، این مسئله رو نیاورد. دومین نکته این است که ابو دردا به عنوان وکیل این داستان
در سال 38-39 هجری فوت میکنه بنابر اقوال کتابهای تاریخی. بنابراین در زمان خلافت معاویه که بعد از سال 40 شروع میشه اصلا او زنده نیست که بتونه کار وکالت رو به عهده بگیره و بره و این کار رو انجام بده. سومین مسئله این است که حسین ابن علی بعد از صلح حسن با معاویه به همراه برادر کوفه رو ترک میکنه و به مدینه میره، یعنی اصلا نه حسین و نه حسن هیچ کدام در کوفه ساکن نیستن. شواهد تاریخی هم وجود نداره که حسین به کوفه آمده باشه، در اونجا زندگی کرده باشه به هیچ عنوان، بلکه منابع تاریخی گواه این مسئله هستن که حسین ابن علی بعد از صلح برادر خود حسن با معاویه به مدینه رفته و اصلا در کوفه حضور نداشته که بخواد این داستانها رو ببینه و به نوعی در این جریان شرکت. نکته دیگر این که والیان امویان در کوفه کاملا مشخصن، یعنی منابع تاریخی به خصوص اون کتاب های تواریخ یا تاریخ های عمومی سعی کردن در پس هر سال والیان افراد رو هم ذکر کنن، یعنی مثلا والی عمر ابن خطاب که بوده در سال 13 14 15 همه رو نوشته، والیان عثمان چه کسانی بودن، امیر حجاج چه کسانی بودن. همینطور در دوران معاویه هم این داستان ها ثبت و ضبطه و ما در میان والیان اموی در کوفه نام عبدالله بن سلام نمیبینیم. خب مغیرت بن شعبه هست، بعد از او زیاد بن ابیه، مدتی بعد نعمان بن بشیر انصاریه که در زمان واقعی کربلا او خلیفه در واقع والی هست، بعد عبیدالله بن زیاد و همینطور حجاج بن یوسف و دیگر. مدتی هم دست آل زبیر بود، بعد یعنی قبل از آل زبیر هم دست مختار بود. بنابراین نامی از عبدالله بن سلام نیست و یک شخصیتی است کاملا مجهول، یعنی کسی با این مشخصات که والی کوفه شده باشه از طریق امویان و نسب او مشخص نیست جای بحث داره. نکته دیگر این که خب بیایید فرض کنیم مثلا این داستان درست، اما نزاع میان حسین و یزید موضوعیت نداره، بلکه هم که خیانت کرده ابو درداست، یعنی کسی که وکیل شده میره این خانوم رو به ازدواج شخص یزید در بیاره اما خلاف اون عمل کرده و او رو به عقد حسین در آورده. مشکل دیگر این است که چگونه یک چنین شخصی مثل ابو دردا با اون خیانت مجازات نشده. معاویه‌ای که این همه تمهیدات اندیشید که بتونه عبدالله بن سلام رو مجاب بکنه که از همسر خودت طلاق بگیر، او رو طلاق بده تا بعد از اون بتونه او رو به عقد یزید در بیاره، خب با این خلف وعده ابو دردا چرا رو مجازات نکرد؟ بنابراین این تبیین دقیقی نیست، تبیین درستی نیست. و از طرف دیگر این که واقعا نزاع برای یک زن در میان اعراب چندان محل تأمل نیست، اون هم در بین یک شخصی مثل یزید و معاویه و حسین به عنوان افراد برگزیده. اینا در گرفتن زنان محدودیتی نداشتن، اما دیدیم در گذشته هم در داستان حسین ابن علی بر سر اراضی و بسیاری از امور هم با هم مصالحه کرده بودن. بنابراین این که به سبب یک زن بخوان با هم بجنگن، مشکلاتی رو ایجاد بکنن، هم دیگر رو به نوعی مورد طعن و کنایه و مسائلی از این دست قرار بدن، چندان تبیین دقیقی به ما نمیده. اما اساس داستان بر این است که ما وقتی به کتاب‌های تاریخی نگاه می‌کنیم می‌بینیم شبیه به این مورد در مورد حسن ابن علی رخ داده. حالا من این مسئله رو می‌خوانم چون نکته جالبی است. خب می‌دانیم حسن یکی از شخصیت‌هایی است که بنابر نقل کتاب‌های تاریخی دست گشاده‌ای در گرفتن همسر داشت، یعنی تعداد ازدواج‌های او رو مدائنی و دیگران حتی تا 300 مورد ذکر کردن. حتی ابن سعد در کتاب طبقات خودش هم آورده که زمانی که علی در کوفه بود و حسن با این و آن ازدواج می‌کرد، علی بر منبر کوفه به صراحت اشاره کرد که به حسن زن ندهید چون او
زنان رو زیاد طلاق میده و این باعث میشه که ما با قبایل مختلف و گروه های مختلف درگیر بشیم و این اسباب نزاع بشه. خب این نشان میداد که حسن ابن علی کم و بیش در ازدواج ها دست گشاده ای داشته، حالا هرچند ممکنه تعداد 300 زن غلو باشه ولی به نسبت حسین یا علی از تعدد و زوجات زیادی برخوردار بود. گاهی هم این صفت طلاق دهنده بودن حسن رو به این نسبت دادن که او خیلی زود همسرانش رو طلاق میداد با کوچکترین بهانه ای. ابن سعد در کتاب طبقات در جلد پنجم که به حسن و حسین هم میپردازه ذیل معرفی بسیاری از فرزندان صحابه، در مورد ازدواج حسن به یک مورد اشاره میکنه که اتفاقا خیلی شبیه هست به این داستان عرینه و ظاهرا افراد دیگری مثل ابن بدرون و دیگران از دل همین نوع تعابیر سعی کردن داستان پردازی بکنن، بعد از اینکه خب البته ابن قتیبه این رو آورده و دیگران هم به دلیل اینکه جنبه های عاشقانه و حماسی می توانست زیبا باشه در اشعار خودشون و گزارای دیگر آوردن که خب دستمایه افرادی مثل ملا حسین واعظ کاشفی و دیگران هم شد که در روضت الشهدا و اینها این مسائل رو دامن بزنن. حالا ببینیم ابن سعد در کتاب طبقات چه میگه در مورد داستان ازدواج حسن با همسر خودش هست که کاملا داستان منطبق هست و شبیه به همین داستان عرینب که من عرض کردم. خب ابن سعد اشاره میکنه علی ابن محمد مدائنی از ابن سیرین برای ما نقل کرد که میگفته است هند دختر سهیل ابن عمرو همسر عبدالرحمن ابن عتاب ابن اسید. عبدالرحمن که نخستین شوهر هند بود او را طلاق داد و عبدالله ابن عامر ابن کریز او را به همسری گرفت. این سپس طلاق. معاویه برای ابو هریره نوشت که از او برای یزید خواستگاری کند. هنگامی که ابو هریره برای آن کار می رفت حسن ابن علی او را دید و پرسید کجا می روی؟ گفت به خواستگاری هند دختر سهیل ابن عمر برای یزید ابن معاویه. فرمود از من هم نام ببر، یعنی من رو هم بگو که خواستگارت هستم دیگه، به هر حال از بین این یکی دو گزینه خودتون انتخاب. ابو هریره پیش هند رفت و موضوع را به او گفت. هند گفت تو یکی را برای من انتخاب کن. ابو هریره گفت حسن را برای تو انتخاب می کنم. و او به همسری حسن ابن علی در آمد. عبدالله ابن عامر شوهر پیشین هند به مدینه آمد. دقت کنید اینجا داستان در مدینه است و کاملا منطبق با تاریخ، یعنی حسن در مدینه بوده، ابو هریره هم در مدینه است، به همین دلیل است که تمام داستان و جغرافیاش در مدینه داره رخ میده. یعنی همون استنتاج از راه بهترین تبیین به ما میگه که خب شما باید نشان بدید حسن چه سالی وارد کوفه شد یا حسین چه سالی وارد کوفه شد. اما اینجا دقیقا داره نشون میده که داستان در مدینه است، یعنی اون احتمالی که شما باید پاسخ بدید اینجا دیگه وجود نداره، یعنی این داستان تبیین بهتری میده تا اون داستان. و به حسن گفت من امانتی پیش هند دارم. و در حالی که امام حسن همراه او بود پیش هند رفتند. چون هند پیش آنان نشست عبدالله ابن عامر سخت اندوهگین شد. حسن فرمود آیا میخواهی به پاس تو او را طلاق دهم تا دوباره با او ازدواج کنی؟ و گمان نمی کنم که محللی بهتر از من برای خودتان پیدا کنی. این داستان محلل رو هم عرض میکنم، یکی از کام بسیار بسیار شنی در جهان اسلام واقعا. عبدالله گفت فقط امانتم را میخواهم.
هند دو جعبه کوچک را که در آن گوهر بود بیرون آورد. عبدالله از جعبه مشتی گوهر برداشت و باقی آن را رها کرد. بنابراین میبینید که همسرش رو حسن طلاق نمیده و عبدالله ابن عامر هم اون امانتی که داشته گرفته و رفته. و این داستان هم در مورد هند هست، دختر سهیل ابن عمرو، در صفحه 27 و 28 کتاب طبقات ابن سعد. خب میبینید که این تبعین منطقی تری است. داستان محلل رو یک کوتاه عرض کنم. محلل در واقع یکی از احکام بسیار شنیع اسلامی است، به این معنا که اگر مرد و زنی سه بار از هم طلاق بگیرن، حالا اهل سنت معتقدن در یک مجلس هم میشود طلاق گرفت، یعنی سه طلاقه در یک مجلس، یعنی یک بار شخصی بگه که من تو رو سه بار طلاق دادم. تشیع معتقد هست نه، باید سه بار به شکل جدا باشه، یعنی یک بار ازدواج کنن طلاق بگیرن، بار دوم ازدواج کنن دوباره طلاق بگیرن و بار سوم هم ازدواج کنن دو طلاق بگیرن. در این وضعیت دیگر مرد نمیتونه با اون زن ازدواج کنه مگر اینکه اون زن به ازدواج با یک مرد دیگری در بیا و بعد بین اونها عمل جنسی صورت بگیره، عمل زناشویی صورت بگیره و بعد اون مرد جدا بشه و زن دوباره برگرده به اون همسر اول. تو در ایران هم در گذشته فیلمی ساخته شد به نام محلل که حالا اون سر و صداهای خاص خودش هم در اون زمان داشت. مسئله اساسی این است که واقعا فلسفه این حکم رو اگر شما در نظر بگیری هیچ توجیهی براش نیست که اگر یک انسانی با یک زنی ازدواج کرده، او رو طلاق داده، دوباره ازدواج کرده، طلاق داده، یا در یک جلسه، حالا طبق نقل برخی از فرق اهل سنت، در یک جلسه تا سه طلاقش کرده، چه نیازی داره که اگر خواست رجوع بکنه دوباره با اون زن ازدواج کنه؟ شما حتما باید اون زن به عقد یک نفر دیگری در بیاد، او با او عمل جنسی انجام بده و بعد برگرده به سراغ شوهرش. در جهان اسلام برای اینکه این مسئله شنیع رو به نوعی توجیه کنن میگن بله این یک عمل بازدارنده است، یعنی اگر مردی این کار رو میکنه باید توجه داشته باشه که همیشه نمیتونه زن رو به بازی بگیره که هر بار بره ازدواج بکنه طلاق بده و آب از آب هم تکان نخوره. باید کار به جایی برسه که بعد از سه بار بداند که سری بعد اگر خواست با این زن ازدواج بکنه پای یک مرد دیگری به وسط خواهد آمد. خب مشکل در این است که اولا طلاق در اسلام حق مرد، زن حق طلاق نداره. حتی زنم اگر میخواد طلاق بگیره وکیل میشه از جانب مرد که حق طلاق مرد رو اجرا بکنه. یعنی نباید ما فکر کنیم که زنانی که بعضن امروز شرط میکنن و حق طلاق رو میگیرن واقعا حق رو میگیرن. نه، حق طلاق همیشه با مرده و به زنم منتقل نمیشه، فقط حق اجرای طلاق هست که زن میتونه اون رو از مرد بگیره که در اون دفاتر ازدواج و طلاق یا آقا تشریف نیاره، خود خانوم بره و کار رو انجام بده. حق طلاق به اون منتقل نمیشه، فقط حق اجرای حق مرد به اون منتقل میشه. حالا این مشکل در کجاست؟ مشکل در جاییست که وقتی طلاق حق مرده و مرد داره اون زن رو طلاق میده، خب طبیعیه او داره از حق خودش سوء استفاده میکنه. و اگر بعد از سه بار دوباره بخواد رجوع بکنه چرا زن باید تاوانش رو بده و با یک مرد دیگری عمل جنسی انجام بده؟ آن کسی که از این حق سوء استفاده کرده آقا بوده، اما تاوانش رو برای رسیدن به هم اون خانومه داره میده که باید به عقد یک آقای دیگری در بیاد و حالا برای اون داستانهای خاص هم اتفاق بیفته. و لذا این داستان محلل به یکی از اون مناقشه برانگیزترین مسائل اسلامی هم مربوطه و نشان میده چه اندازه برخی از این احکام اسلامی سخیفن و
باید به شدت نسبت به اونها یک نگاه منفی در درون جامعه وجود داشته باشه. نباید فکر کنیم این احکام عقلایی هن، انسانی هن، اخلاقی هن، امروزی هن. متاسفانه ما تاوان این نوع فرهنگ ها و عقاید رو دادیم. این فیلم هایی که در دوران گذشته ساخته می شد همین دلیل بود که یک مقدار توجه و تنبه بده به مردم. خب برگردیم به سر داستان. پس میبینیم داستان اورینم که یک تبیینی طبق این داستانهای رمانگونه عاشقانه به ما میده تبیین دقیقی نیست، تبیین درستی نیست. مقدمات زیادی داره که ما عرض کردیم. اینکه این واقعه در کوفه در چه سالی رخ داده، والی کوفه اصلا این آقا نبوده، حسین در کوفه نبوده، ابو دردایی زنده نبود در سال 38-39، و اینها همون مقدماتی هستن که تا زمانی که برای ما مشخص و ثابت نشن نمیتونیم این تبیین رو بپذیریم. اما دوستانی که پژوهشگر هم هستن بعضن به دلیل اینکه در مسائل روش شناسی دچار خطا هستن سعی میکنن این داستانها رو بعضا در کتابهای خودشون هم بیارن. آقای زین العابدین رهنما مثلا در زندگانی حسین سعی کرده این داستان رو بیاره، برخی دیگر هم از این داستانها بهره برداری کردن، هرچند جنبه کاملا مشخص داستانی داره و قابل اتکا نیست، به خصوص اینکه حالا ما بخوایم نزاع میان حسین و یزید رو هم به این داستان نسبت بدیم. خب برگردیم به سر داستان دیگری که آن هم همین مشکلات رو داره، یعنی مقدماتی داره که تا زمانی که به شکل متقن به اون پاسخ داده نشه باز هم نمیتونه برای ما بهترین تبیین باشه. و آن داستان شهربانوست، بانویی که تاریخ نگاران حالا بگیم اسلامی، حالا چه سنی یا برخی شیعیان، سعی کردن به این مسئله دامن بزنن که بعد از فتح مدائن در قادسیه دو دختر از یزدگرد به اسارت مسلمانان در میان، اینها رو میفرستن در مدینه. در آنجا عمر و علی تصمیم میگیرن که این دو خواهر رو، یکی رو بدن به حسین و حالا دیگری رو بنابر نقل‌های مختلف به عبدالله ابن عمر یا شخص دیگری بدن. خب بعد از اون هم خب حسین از این بانو صاحب فرزندی میشه به نام علی که به نام امام سجاد معروف شده، و این شخص خب میشه در واقع به نوعی دارای خون ایرانی، حسین هم که میشه داماد ما، و دیگه بین ما و آل علی یک جنبه خانوادگی وجود داره و به نوعی علی ابن الحسین هم از یک طرف میرسه به شاه عرب و از یک طرف هم میرسه به شاه ایران. داستان تمامه، مشروعیت چند طرفه به اینها میرسه. دقیقا همین مشروعیت ها رو صفوی هم به کار میبردن، از یک طرف خودشون رو بس میکردن به موسی کاظم از طریق پدر، از یک طرف هم خودشون رو به دلیل اینکه از موسی کاظم هستن بس میکردن به ساسانیان و اون جنبه های تصوف رو هم بر میکشیدند و به نوعی خودشون رو مرشد کامل هم میدونستن. جنبه های مشروعیت سازی ها به این نحوه، و به نظر میرسه این داستان زاییده تفکر کسانی است که حالا به عنوان فقیه متکلم سعی کردن میان ایرانیان و علویان یک آشتی بدن. در پس این آشتی دیگه جنایت های علی بن ابی طالب و دیگر مسلمانان تخفیف پیدا کرد و گویی همه ما شیعه بود. حالا مشکلات این داستان کجاست در تبیینش؟ من سعی میکنم در سه سطح این مشکلات رو عرض بکنم. نگاه کنیم به خود یزدگرد. یزدگرد در زمان خلافت، یعنی در زمان پادشاهی بهتر بگم، یعنی سال 13 هجری، بنابر نقل بیشتر کتاب‌های تاریخی 15 تا 16 سال سن داشته. البته طبری نقدی هم میاره 21 سال. اما عمده نقدهای تاریخی میگویند یزدگرد در زمان رسیدن به پادشاهی 15 ساله یا 16 ساله بوده. سال 13 هجری است.
نبرد قادسیه در حدود سال 16، حالا برخی نقلا 17، یعنی یزدگرد در زمان فتح مدائن 19 سال است. خب عجیبه که یک پسر 19 سالی میخواد دو دختر بزرگی داشته باشه که به سن ازدواج رسیده باشن. حالا ممکنه برخی ها بگن خب درسته، حالا ممکنه دختران او خردسال بودن، 6 ساله بودن، 7 ساله بودن، 8 ساله بودن. در اسلام هم خب کودک همسری داری، از عایشه گرفته، فاطمه گرفته و دختران خود پیامبر اسلام و دیگران، هم خب کودک همسری بوده. ولی ما نقل چنین ندیم. ضمن اینکه مسعودی و برخی دیگر از مورخان نام فرزندان یزگرد رو هم آوردن، مثلا نام پسری از او به نام وهرام یا بهرام و البته یک پسر دیگر به نام فیروز یا پیروز رو آوردن. در کنار این یکی دو دختر هم برای او شناختن، از جمله مردآوند یا برخی ها می نوشتن مروارید، برخی ها دیگر هم ادرک رو نوشتن یا اردک رو هم ثبت شده با اون تفاوت بین نگارش. خب اردک یا ادرک هم یک دختر دیگر اوست و مسعودی نام یک دختر دیگری به نام شاهین رو هم می نویسه که حالا برخی ها معتقدن همین شهربانوست، در حالی که شهربانو بیشتر لقبه تا اسم. ولی حالا بیایم فرض کنیم که چنین باشه. نکته دیگر این که نام این فرزندان، چون میدونی شما یزگرد تا حدود سال 31-32 زنده بود و در خراسان و مناطقی از اون دست کشته شد و این فرزندان الزاماً به این معنا نیست که در زمانی که قادسیه بود و فتح مدائن متولد شده بود، بلکه ممکنه در طول این مدت زمان از سال 16-17 تا سال 30 به دنیا آمده باشه. مشکل دیگر این است که بنابر نقل‌های تاریخی زمانی که یزگرد مدائن رو ترک میکنه، بسیاری از آن چیزی که به عنوان آوازخوانان او، هنرمندان او، خدام و یاران او بوده رو با خودش برده و هیچ نقل گزارش تاریخی ما نداریم که همسر یزگرد، فرزندان او یا حتی برخی از نزدیکان او به دست مسلمانان افتاده باشه. این نیاز به تبیین داره که چطور یزگرد خودش، خانواده خودش، خزانه خودش، بسیاری از آوازخوانان و هنرمندان خودش رو برده اما دختران خودش رو جا گذاشت. این عجیبه و به نظر نمیرسه در مورد یزگرد ما بتونیم به این مسئله باور کنیم. هرچند یزگرد زمانی که میره خب طبیعیه به مناطق خراسان میره و در جای دیگری هم نیست که جنگ دیگری رخ بده و خود او مستقیما به همراه خانواده شرکت داشته باشه که بعد از شکست حالا بخوان فرزندان و زنان او رو هم به یغما ببرن، به غارت ببرن، به کنیزی ببرن. خب این از یزگرد. اما خود حسین هم مشکلاتی داره. حسین متولد سال 4 هجری است. در زمان فتح مدائن و قادسیه حسین 12 ساله است، حتی به بلوغ نرسیده، یعنی 15 سالش هم نیست. و اگر بعد از فتح مدائن و قادسیه این دختران رو به مدینه بردن، خب فرزندان دیگری از صحابه بودن، سن و سال خیلی بالاتری داشتن، در شرایط ازدواج هم بودن، کسی هم مانعی نداشت که بخواد اونها رو به اون فرزندان صحابه بده. بنابراین حسین هم اساسا در وضعیتی نبوده که بخواد ازدواج کنه. دیگر مسئله این است که خود علی ابن الحسین، یعنی همین امام سجاد که معتقد هستن فرزند شهربانوست، متولد سال 38، یعنی 22 سال با قادسیه تفاوت داره، در حالی که خیلی بعیده که شما ازدواج بکنید با همسرتون و بعد هم 22 سال طول بکشه تا یک فرزند از او به دنیا بیاد، با توجه به اینکه خب ما نحوه زیستن این اعراب مسلمان رو میدونیم، بلا فاصله صاحب فرزند میشدن. کما اینکه فاطمه زمانی که با علی ازدواج میکنه، یعنی در حدود سال دوم تا زمان مرگ او، یعنی سال دهم که 8 سال هست، نزدیک به 4-5 فرزند داره از علی.
یعنی سال دوم که ازدواج میکنه، سال سوم حسن به دنیا میاد، سال چهارم حسین به دنیا میاد، سال بعد زینب به دنیا میاد. یعنی اینگونه نبوده که این افراد 20 سال صبر بکنن حالا بخوان صاحب فرزند بشن. نه، از زمان جنگ قادسیه تا زمان تولد علی ابن الحسین شما یک فاصله 22 ساله میبینید که خب بسیار عجیبه که حسین ابن علی دست نگه داشته باشه تا حدود سال 38 که بخواد صاحب فرزند بشه. دیگر مسئله اختلاف نام هاست. یعنی در مورد نام زنان حسین و به خصوص نام مادر علی ابن الحسین خیلی اختلاف در تاریخ وجود داره. عمده نامی که برای این بانو آوردن غزاله است، یعنی برای نام مادر علی ابن الحسین. حالا البته سلافه یا سلافه هم آوردن، خوله هم آوردن، برخی نقل‌های دیگر هم در مورد نام مادر او هم وجود داره، ولی نقل شهربانو رو هم برخی از منابع آوردن، به خصوص منابع شیعی، ولی بیشتر منابع نامی که برای مادر علی ابن الحسین نام میبرن غزال است. نکته دیگر این که خب اینها دو خواهر بودن، آن خواهر سرنوشتش چه شد؟ یعنی ما از او گزارشی ندادیم که خب حالا یکیش رو به حسین ابن علی دادید، اون یکی دیگر رو چه کسی به همسری برداشت، از او چه فرزندی به وجود آمده؟ باز هم میبینید که در این بخش پرسش هایی وجود داره که براش پاسخ قانع کننده ای ما نمیبینیم. پس آن بخش مربوط به یزگرد که یک پژوهشگر تاریخی باید پاسخ بده. یزگرد دارای فرزند بوده، این فرزندان بعد از فتح مدائن اسیر شدن، بعد اینها رو به مدینه بردن و از آن طرف برای حسین نشان بدیم که سن و سال او اصلا در زمان ازدواج بوده. چرا 22 سال زمان برده که صاحب یک فرزند بشه؟ چرا نامهای زنان او به خصوص در این مورد این همه متنوع هست؟ و در زندگی مدینه خب خواهر او چه میکرده؟ به حال اینا شخصیت های عادی نبودن، دختر پادشاه یک سرزمین بودن، ولی هیچ گونه نامی از اونا نیست. اما نکات جالبتر این است که باز ما یک شواهد متفرقی هم میبینیم. یعنی جایی که شما پیرامون این مسئله ازدواج نکاتی میبینید که باید مورد دقت قرار بگیرید. اولین مسئله این است که غالب کسانی که این روایت رو آوردن، یعنی اون سلسله اسنادشون، به افرادی میرسه که اهل غلو بودن، کسانی که سعی میکردن برای فرقه خاصی یا گروه خاصی یه ویژگی هایی رو هم بتراشن برای اشخاص خاصی. و ما این رو علل خصوص در مورد علی ابن ابی طالب و فرزندان او میتونیم ببینیم. اهل غلو پیرامون اونها زیاد بودن و غالبا هم در مناطقی مثل مدائن و یمن و جاهای دیگه بود. یکی از این راویان عمر بن شمر، یعنی کسی که سعی میکرد خیلی روایت جلب بکنه به نفع شیعه. بخشی از سلسله اسناد به عمر بن شمر میرسه. دیگری ابراهیم بن اسحاق احمره، او هم از جمله راویان این روایته، یعنی جایی که سعی میکنه این روایت رو به نحوی به دیگران، یعنی به آیندگان منتقل. خب ما وقتی میدونیم اینها اهل غلو هستن، باید بدانیم نسبت به اخبار اونها باید کمی محتاط بود، خیلی نگاه دقیقی داشت. نکته دیگر این که از سرنوشت شهربانو گزارش دقیقی در دست نیست، یعنی این که او چگونه زندگی کرده در مدینه، در کوفه، روابطش با دیگران چگونه بوده. خب در بسیاری از موارد ما اینها رو داریم که ثبت شده، ولی در مورد زندگی شهربانو ما یک گزارش دقیق نداریم. حتی برخی از نقل آوردن در کربلا هم حاضر بوده، ولی مشخص نیست که خب او در کربلا حاضر بوده چطور توانسته سپاه رو ترک بکنه، چگونه توانسته بره در مناطق ری و در آنجا بمانه، چون ما میدونیم در داستان کربلا تمام اون اسرا رو بردن در خدمت عبیدالله، که حالا ما در برنامه آینده که نزدیک میشیم به اربعین به این مثلا خواهیم پرداخت، بحث عزاداری هایی که ساخته شده و امروز هم متاسفانه با هزینه های بسیار زیاد گریبانگیر ماست. در مورد شهربانو ما یک چنین وضعیتی نداریم،
نمیدانیم او که بوده، کجا بوده، چطور به سر از ری در آورده. و این مشکلات بسیار مهمن. اما جالبترین بخش این است که علی ابن الحسین، یعنی همین امام سجاد، بنابر نقل تاریخ نگاران فرق شیعه، مادر خودش رو به عقد دیگران درآورده. یکی از اونها زبیده که غلام او بود و او رو آزاد کرد و بعدا مادر خود رو به عقد زبید درآورد و یک غلام دیگر هم نام بردن به نام راشد. مادر سجاد از راشد صاحب فرزندی میشه به نام عبدالله، که این عبدالله میشه برادر مادری علی ابن الحسین. خب خیلی عجیبه که کسی مادرش دختر پادشاه ایران باشه، بعد از فوت پدر، خب مادر آزاده دیگه. علی ابن الحسین او رو به عقد یک غلام آزاد کرده در بیاره. اولا که این داستان با اون داستانی که میگفتن در صحرای کربلا هم بوده و فرار کرده و به ایران آمده و در مناطق ری فوت کرده که الان بقعه بی بی شهربانو آنجا هست و این داستان ها دیگه تخیلی موضوعیت نداره، چون میبینیم علی ابن الحسین در مدینه این کار رو میکنه و مادر خودش رو در واقع به عقد دو غلام آزاد کرده در. حتی این موضوع مورد کنایه عبدالملک هم قرار گرفت. عبدالملک مروان خلیفه اموی به سجاد نامه نوشت که من شنیدم تو همچی کاری کردی و مادر خودت رو به عقد یک غلام در آوردی، این چطور با شأن تو سازگاری داره؟ علی ابن الحسین سعی میکنه همین روش رو در زندگی پیامبر اسلام به اون نشان بده، یعنی اشاره میکنه که بله خب پیامبر اسلام هم زینب بنت جحش که دختر عمه او بود رو به عقد یک غلام در آورد، یعنی زید ابن حارثه. بنابراین اگر من هم مادر خودم رو به عقدی غلامی در آوردم، همون سنت پیامبر اسلام تبعیت کردم. حالا کاری نداریم که پیامبر اسلام بعداً در اون داستان خیلی معروف زینب و زید ابن حارثه چه رفتار غیر اخلاقی انجام داد، ولی مقصود این است که خب این داستان رو اگر ما بررسی کنیم و ببینیم که سجاد یک برادری هم داره به نام عبدالله و مادر خود رو به عقد دیگری در آورده، طبیعی است که این مورد پرسش قرار بگیره که ظاهرا مادر او همان ام ولد هست، یعنی زنی که به واسطه آوردن یک پسر یا یک فرزند بعد از فوت شوهر دیگه آزاد میشه. هیچ کجا نشانی از اون برجستگی های این زن شما نمیبینید که سجاد یا دیگران بخوان نسبت به اون یک نگاه خیلی خاص داشته باشه. دیگر مسئله همین بقعه‌ای که من عرض کردم در ری و مناطق پیرامون اون، یعنی به تاریخ اون نگاه میکنید میبینید که مربوط به قرن نهمه دودن، یعنی بعد از سال 870-80 شروع میشه، نزدیک به عصر صفوی است. خیلی عجیبه که بانوی آمده در یک سرزمینی فوت کرده ولی بارگاه او، بقعه او در آن زمان یعنی سال 60 هجری شناخته نشده، به بیش از سال 800 خورده‌ای میرسه، یعنی 800 سال گویی این مدفن ناشناخته بوده و بعدن او رو شناختن، براش گنبد و بارگاه و اینا درست کردن، در حالی که ما میدونیم آل بویه اینا کسانی بودن که بسیاری از این مقابر و مدفنها رو به نوعی آباد کردن و اگر میدانستن چون این بانوی، آن هم یک بانوی ایرانی در آن منطقه هست در قرن 4 و 5، سعی میکردن اونها رو هم آباد بکنن، ولی ما میبینیم اثری از اون نیست. از این نوع کارها ما کم نداریم، همین امروز هم داریم، یعنی بسیاری از این امامزادگان همه ساختگی هست.
اگر فرصت بشه در آینده عرض خواهیم کرد که این امامزادگان در ابتدا چگونه ایجاد شدند، چه عواملی مؤثر بوده در ساخت خیلی از این امامزادگان جعلی، و امروز ما فکر میکنیم که یک شخص محترمی در آنجا مدفنش هست و دفن شده، به زیارتش میرن، نزورات میاندازند و این داستان. بنابراین خود اون بقعه و آن بارگاهی که برای خانم ساختن مربوط به قرن نهمه. نکته دیگری که اهمیت داره اینه که خب ما میدونیم علمای بزرگ شیعه در آن زمان در قم، در ری، در مناطق مرکزی ایران بودن، کسانی که صاحب تألیفات بسیار گسترده‌ای هستند، مثل شیخ صدوق، حتی پدر او و دیگر. اینا آثار زیادی نوشتن در زمینه تاریخ نگاری، در زمینه فقه، روایات. اما در کتاب‌های اونها شما هیچ گونه اشاره‌ای نمی‌بینید مبنی بر اینکه یک چنین بقعه‌ای وجود داره، یک چنین بارگاهی وجود داره. و خب اینها که عادت داشتن همیشه فضائل بشمرن برای افراد مختلف. شما کتاب من لا یحضر الفقیه شیخ صدوق رو بخوانید که یکی از کتب اربعه شیعیانه در باب فضائل زیارت قبر حسین و نمیدونم اون امام و مشهد و توس و جاهای دیگه کلی مطلب آمده. ما هیچ گونه علامت و نشانه شما نمیبینید که ایشان اشاره کرده باشد که یک چنین بقعه‌ای در این منطقه هست و اگر کسانی هم بیان و زیارتش بکنن داره ثواب. خب این همه مقدماتی وجود داره که کسی که مدعی است این بانو دختر یزگرد هست باید به اون پاسخ. اما شواهدی هم وجود داره که به ما کمک میکنه که این داستان رو نادیده بگیریم. با آن این که ما میدانیم در زمان علی شورش هایی در مناطق ایران رخ داد، در ری، در استخ، در سیستان، در خراسان. علی افرادی رو مأمور کرد برای سرکوب اونها، از زیاد ابن ابیه گرفته، عبدالله ابن عباس گرفته، معقل ابن قیس گرفته، جعدت ابن عبیر شیبانی گرفته، خلید ابن قره یربویی گرفته، ربعی ابن کعس انبری گرفته، همین رو رفتن سرکوب کرد. نکته جالب اینجا این است که بسیاری از این لشکرهایی که علی ارسال کرده با موفقیت روبرو نشدن. یعنی در فتح خراسان ما میبینیم خلید دوچار مشکل میشه، جعده دوچار مشکل میشه، اما در منطقه سیستان ربعی ابن کعس انبری موفق میشه جنبشی رو در منطقه سیستان که مردم ایران به راه انداخته بودن رو سرکوب کنه. در آنجا با غنایمی برمیگرده و این در سال 36 که بین اونها کنیزانی هم هستند، دخترکانی هم هستند. برخی نقل های تاریخی اشاره می کنند که مادر علی ابن الحسین یا سجاد دختری است از منطقه سند یا سیستان، و اینجا ما با بقیه نقل های تاریخی میتونیم تطبیق بدیم که احتمالا مادر علی ابن الحسین دختر یکی از والیان منطقه سیستان بوده، نه دختر یزگرد که در زمان حمله ربعی ابن کعس انبری در سال 36 به اسارت در میاد، به کوفه میاد، به همسری حسین در میاد و بعد در سال 38 یعنی دو سال بعد فرزند او یعنی علی ابن حسین به دنیا. به هر حال این نکته بود که خواستم بسیار خلاصه و موجز عرض کنم. نکات دیگری هم بود که برای برنامه آینده خواهیم گذاشت تا در روز اربعین و مسائل آن دیگه داستان زندگی حسین ابن علی رو به اتمام برسونیم. سپاسگزارم از توجه و عنایت شما، همینطور تلویزیون پارس و جناب شهرتی عزیز. تا فرصت دیگری که در خدمت شما باشم، بدرود، موفق و پایدار باشید.